بریم سمت راست، اولین کوچه. من اصل محسنی هستم، مدرس و کارشناس گردشگری. خوشحالم که به عنوان راهنما در خدمت شما هستم. شبکه پنجم نشین افتاده. تنها سردار زیبای به جامانده تهران قدیم، هنوز اینکه میدون ایرانی هم بازم اوکی. راست شما من گرانبهاترین خانه خاورمیانه مثل کاشی. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی عید نوروز وقتی تهران توی خلوت‌ترین و پاکترین حالت ممکن بود به یه تور متفاوت رفتیم. سفر در تهران قدیم با تنها اتوبوس دو طبقه ایران. توی این تور که از میدان امام تا محله قدیمی و با اصالت اودلاجان سفر کردیم، کنار تک تک اماکن تاریخی ایستادیم و اطلاعات ارزشمندی در موردشون شنیدیم. ما که تا حالا مرکز شهر تهران رو انقدر خلوت و آروم ندیده بودیم. ترکیب تهران بدون ترافیک، هوای عالی و توضیحات خوب تور لیدرمون باعث شد یه تجربه بیادموندنی برامون رقم بخوره. امیدوارم شما هم مثل ما از این تجربه ناب لذت ببرید و نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشیم ما رو لایک و سابسکرایب کنید. خب عرض سلام و خیر مقدم به شما عزیزان. عیدتون مبارک باشه، ایشالله که بهترینا براتون اتفاق بیفته، حال دلتون اساسی عالی باشه. من اصل محسنی هستم، مدرس و کارشناس گردشگری. خوشحالم که به عنوان راهنما در خدمت شما هستم. بریم با هم شروع کنیم گشت جذاب اودلاجان. شما در خیابون سپه هستید، سمت راست شما عمارت زیبایی که می‌بینید آجرکاری هست. عمارتی است که نیکولای مارکوف 1307 به دستور رضا شاه برای ساختمان پست یا پستخانه درست می‌کنه. ببینید حالا امروز از نیکولای آثار خیلی خوب ارزشمند لذت می‌برید. تنها سردار زیبای به جامانده تهران قدیم، سردار زیبای باغ ملی. ببینید چقدر قشنگ این سردار. یه داره با هم معماریش رو مرور کنیم، بعد راجع به تاریخچه‌اش بگیم. دو تا در می‌بینیم، در کوچیک، در بزرگ. کوچیک آبرو، بزرگ فلسفه‌رو و ماشین‌رو. بالای در کوچیک پرچم شیر و خورشید رو می‌بینید، وسطش اسلحه است. این اسلحه شخصیت معروف رضا شاه بوده، اسلحه محبوبش که به حسین خان کاشی میگه حتما روی سردر تصویر مکسیم یا شستیر هم باشه. بالای در بزرگ آیه معروف نصر من الله و فتحان قریب نشان از فتح و پیروزی که بعد از انقلاب به سردر اضافه میشه. دور تا دور سردر اشعاری در وقت رضا شاه بنا آمد به فرمان همایون داور اعظم وزیر جنگ سردار سپه نوین نام‌آور، که اشاره میکنه رضا شاه چطور تونست از در کودتای 1298 بر تهران تسلط پیدا کنه، تهران رو فتح کنه و سردار سپه بشه و بعدش هم که خب به سلطنت میرسه. بالا تربتی بسیار زیباییه. لوکیشن سریال مدار 0 درجه، بخشای از کل پهلوی و بخشای از شهرزاد اینجا بوده. بریم سمت راست پشت این پارک زیبا که پارک پروفسور عدل هست. یه ساختمان آجری قرمز با یه تاق زیبا می‌بینید که الهام گرفته از تاق کسراست. موزه ایران باستان جز موزه‌های مادر دنیاست. 1316 آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، این موزه رو درست می‌کنه و مرد نمکی بانوی 7000 ساله تهرانی از جاذبه‌های این موزه زیباست. از عصر حجر در این موزه شیء 1 میلیون ساله در این 1 میلیون سال خیلی خدمت دوستان در این موزه هست. همچنان در خیابون سپه هستیم. ناصرالدین شاه بنده خدا 3 بار به سفر رفت، حالا خیلی هم نه، ولی این سفرش خیلی بدبخت کرد ملت و دولت رو، خیلی قرضه بود، اما به هر حال هر خارج رفتن یه دستاوردی داشت. از دومین سفرش با بیمارستان آشنا میشه. 146 سال پیش سمت راست شما 1867 میلادی اولین مریضخانه دولتی افتتاح میشه. 1319 رضا شاه اسمش رو به سینا تغییر میده و اولین دستگاه رادیولوژی اینجا شروع به فعالیت میکنه. امروز خوبیگاه اولین خونه ای که توسط اولین مهندس ساخته میشه، مهندس شقاقی. این خونه زیبا اولین خانه مجلس بوده. سمت چپتون نوک حرم مجلس کنونی رو میتونید ببینید، اما این خونه شاهکار بوده، منزل شخصی سپهسالار که بعد از فوتش توسط مظفرالدین شاه به خانه مجلس تبدیل مسجد زیبا و بی‌نظیر سپهسالار سمت چپتونه، جز 10 مسجد زیبای ایرانه. پس حسابی با وسواس نگاش کنیم، داخلش اجازه بازدید نداره، حوزه علمیه. این مسجد 12 سال طول کشیده تا ساخته بشه. الگو و سبک و سیاقش الگوی عثمانیه، چون سپهسالار سالها در ترکیه زندگی میکرده. این مسجد هم الگوی عثمانی داره. از اینجا به بعد وارد محله اودلاجان میشیم. اصلا طول شما طول اودلاجان هست. اینجا اودلاجان به معنای جای تقسیم آب. بریم سمت راست، اولین کوچه زغال فروش ها رو ببینیم. زغالی ها تهران دو تا زغال فروشی داشته، یه دونه سمت راست شما، یکی هم در محله تجریش. چهارراه سرچشمه هنوز پیشاتو نپوشید بابا، ایرانیم شما. 5 سال پیش میپوشه دیگه. آن ایرانیم خب دلت نخواد ایرانی. آبا گیلانی ها رو بردی با ایرانی. با اینکه بیدون ایرانی هم بازم اوکی بذار برن بازدیدشون انجام بدم، یا پیش میزنم. چون خوشی یک جازمه های سرچشمه هست، شبه که من جا نشون افتاده. به میدان زیبای 8 گنبد، میدان حسن آباد. قبل از توضیحات میدان لطفا سمت چپتون رو ببینید، یک سردیس بزرگ و زیباست، سردیس ملکه آتوسا، سردیسی که دختر کوروش همسر داریوش و مادر خشایارشا بانوی قدرتمند هخامنشی. این سردیس در ضلع جنوب میدون حسن آباد هست و از سال 1397 در این میدون نصب شد. نکته جالب کنارش ایستگاه شماره 1 آتش نشانیه، یعنی اولین آتش نشانی که در تهران شروع به کار کرده اینجا بوده. اسم اینجا حسن آباده چون املاک حسن مصطفی الممالک حسابدار بزرگ سلطنتی بوده. این میدون در زمان کریم بوزرجمهری اولین شهردار پهلوی اول ساخته میشه. بانک ملی در زمان پهلوی دوم ساخته شده و به خاطر این اشتباه متاسفانه این میدون زیبا ثبت جهانی نمیشه. اون موقع البته نمیدونستن که اگر بنایی بالاتر از یک اثر تاریخی باشه ثبت جهانی نمیشه، ولی خب حالا با خیلی از رایزنی هایی که شد بازم این بنا ثبت جهانی نشد. کاخ گلستان با 1000 بدبختی ثبت جهانی شد، ولی خب این بنا رو هنوز نتونستن به ثبت جهانی برسونن، که اگر میرسوندن وام های بسیار زیاد و معماران و مرمتکاران قوی میومدن. اصلا مگه میذاشتن این شکلی بمونه؟ سری درستش میکنن به امید روزی که اینجا ثبت جهانی بشه. حیفه، واقعا میدون زیبایی. به چهارراه مخبر و دیوله دارید نزدیک میشید، چهارراه سعدی، چهارراهی که نام مخبرالدوله رو از آقای باز هم مهدی قلی خان هدایت گرفته، چون رئیس تلگرافخانه بوده ملقب بوده به مخبرالدوله. راست و چپ شما سعدیه، سمت چپ اگر 100 متر برید بالا دست راست اولین قنادی تهران مینیون وجود داره. به بعد شما وارد اراضی شوهرمه ناصرالدین شاه میرزا حسین خان سپهسالار میشین. سپهسالار صدراعظم معروف قاجارها بوده. سمت چپتون باغ سپهسالار، نمای زیبایی از نقش باغ سپهسالار رو هم میتونید ببینید. و سمت راست شما کم کم زیباترین جاداره خیابان جمهوری، بیشتر المان‌های معماری زیبای ایرانی در این جاداره مشخصه. و داریم به پرمخاطره ترین میدان تهران، میدان بهارستان نزدیک میشیم. میدونی که تلخ‌ترین حادثه‌اش به زمان حکومت محمد علی شاه قاجار برمیگرده. سمت راستتون یک توپ جنگی نماد به توپ بسته شدن مجلس توسط لیاخوف مستشار روسی. میدان بهارستان بر وزن نگارستان که کاخ فتحعلی شاه قاجار نگارستان اینجا قرار داشته و قرار داره پشت ساختمان‌های سمت چپتون و سمت راست شما. پشت این ساختمان‌ها عمارت مسعودیه، مسعود میرزا برادر بزرگ مظفرالدین شاه بود، ولی چون مامانش همسر عقدی نبود هیچ وقت به سلطنت نرسید و برادر کوچکترش مظفرالدین شاه پادشاه شد.